خب در این اسلاید ما می‌خوایم دو تا مفهوم خیلی مهم رو با هم یاد بگیریم. نگاه کنید، ما تا الان یک المانی شناختیم به نام مقاومت. خب گفتیم با این نماد نمایش میدیم و اگر اینجا مثلا باشه ولتاژش، جریان میاد وارد چی میشه؟ وارد پولاریته مثبت میشه. این میشه استاندارد یک مقاومت یا ولتاژ و جریان متناظر یک المان. حالا ببینید، ما دو تا مفهوم خیلی مهم داریم توی مدار یا کلا تو مهندسی برق، اونم مفهوم اتصال کوتاه و مدار بازه. میخوایم ببینیم که وقتی من بیام مثلا دو سر مقاومت رو اتصال کوتاه کنم چه اتفاقی میفته، یا دو سر مقاومت رو بازش کنم چه اتفاقی میفته. نگاه کنید، وقتی من میگم اتصال کوتاه یعنی چی؟ یعنی هر چی که دارم. خب اینجا ببینید، اینجا هر چی میتونه باشه، بیام دو سمتش اتصال کوتاه کنم، یعنی یه دونه سیم بردارم، خب از این ور به اون ور یه دونه اتصال کوتاه انجام بدم، چه اتفاقی میفته؟ وقتی که شما اتصال کوتاه میکنی، ولتاژ رو برابر با صفر میکنی، یعنی ولتاژ دو سر این تجهیز میشه صفر. خب یعنی هر چی جریان هست میره توی اتصال کوتاه. چرا؟ چون اتصال کوتاه خب یه دونه سیم دیگه، سیم مقاومتش خیلی پایینه، جریان دوست داره بره سمت جایی که مقاومتش پایین تره. نگاه کنید، پس همین مقاومت شما در نظر بگیرید، به عنوان من بیام و دو سر این رو اتصال کوتاه کنم. خب اینجا شما فرض کنید یه مقاومت 10 اومی دارید، مقاومت این حالا سیمه در حد مثلا 1000 اومه. خب شما الان خودتون به جای جریان باشی، میرید سمت 10 اومی یا 1000 اومی، مطمئنن 1000 اومی رو انتخاب میکنید. چرا؟ چون راحت تره. پس اگر شما دو سر یه دونه المان، حالا یا مقاومت یا هر چی رو اتصال کوتاه کنید، مثل اینه که ولتاژ اون المان رو صفر کردید و هیچ جریان دیگه وارد اون المان نمیشه، همه جریان ها میان این ور. پس شما هر مداری داشته باشید بچه ها، ببینید به عنوان مثال به این حالت، مثلا من چند تا مقاومت داشته باشم با هم دیگه، مثلا یه همچین چیزی باشه، خب بیام و فرض کنید که دو سر این مقاومت رو اتصال کوتاه کنم، یه همچین چیزی ایجاد بشه، چه اتفاقی میفته؟ این مقاومت ولتاژش میشه صفر، یعنی از مدار خارج میشه. اینم دقیقا همینه دیگه، نکنید اینم انگار دو سمتش اتصال کوتاه شده، یعنی اینم حذف میشه. یعنی اگه از اینجا شما یه جریان بفرستید، این جریان نه میره اینجا نه میره اینجا، کلا میاد میره وارد این اتصال کوتاه میشه، یعنی اصلا انگار مقاومت ها رو دیگه نمیبینه. پس برای بی تأثیر کردن یه دونه مقاومت من چیکار میکنم؟ میام دو سرش رو اتصال کوتاه میکنم. وقتی دو سر رو اتصال کوتاه میکنم، مثل اینه که اصلا مقاومت وجود نداره. این از مفهوم اتصال کوتاه. خب مدار باز چیه؟ مدار باز یعنی من بیام دو سر مقاومت رو خب بازش کنم. وقتی دو سر رو باز کنم چه اتفاق میفته؟ ببین الان اینجا قبلا مقاومت بوده، الان مقاومت رو برداشتم، خب دیگه جریان نمیتونه جاری بشه. چرا؟ چون اینجا هوا هستش، هوا مقاومتش خیلی زیاده، در حد بی نهایته. خب آقا مگه جریان میتونه از این عبور کنه؟ نه. پس وقتی که من دو سر یه دونه المان رو بازش میکنم، جریانش میشه صفر. ولی خب اونجا من چی دارم؟ ولتاژ دارم دیگه، بالاخره دو سر این مدار بازه من یه ولتاژ میبینم. ببینید مثلا شما فرض کنید که یه همچین مداری داشته باشید، خب به این صورت اینجا هم یه دونه مقاومت باشه، بعد بیایم این مقاومت رو مدار بازش کنیم. مدار باز کنیم چه جوری میشه؟ ببینید مثل اینه که این مقاومت حذف میشه، به جاش یه همچین شکلی میاد. خب بدون شک اینجا جریان صفره، درسته؟ ولی اینجا یه مقاومتی دارم میبینم دیگه، به این مقاومت رو کامل برداشتم، ولی دو سر این دارم یه مقاومتی میبینم، یک ولتاژی دارم میبینم، یعنی اینجا من دارم یک ولتاژی اندازه‌گیری میکنم.
پس وقتی که شما اتصال کوتاه میکنید، مثل اینه که ولتاژ رو صفر کردید، دو سر یه المان رو اتصال کوتاه کنید، انگار از مدار خارج شده. ولی وقتی که مدار باز من میگم یعنی چی؟ یعنی جریان صفره ولی ولتاژ داره. این از مفهوم مدار باز و اتصال کوتاه. حالا شما مثلا اینا یه نکات تکمیلی هستش. اگر بخواید یک منبع جریان رو حذفش کنید، برای اینکه منبع جریان حذف بشه چیکار می‌کنی؟ میایین و مدار جریان یا منبع جریان رو مدار بازش می‌کنید. پس برای حذف منبع جریان باید دو سر اون رو مدار باز کنیم، یعنی کلا از مدار بیارمش بیرون. ولی برای حذف یه دونه منبع ولتاژ باید چیکار کنیم به نظر شما؟ ببین گفتیم اگر من اتصال کوتاه کنم مثل اینه که ولتاژ میشه صفر. پس برای اینکه منبع ولتاژ حذف بشه کافیه من بیام دو سرش رو اتصال کوتاه کنم، چون اتصال کوتاه یعنی ولتاژ صفر، ولی مدار باز یعنی چی؟ یعنی جریان صفر. اینم دو تا نکته مهمه دیگه. حالا بریم یه دونه مثال خیلی قشنگ با هم حل کنیم. ببینید توی این مثال گفته که در مدار زیر مقدار توان مقاومت را بیابید. خب ما قبلا یاد گرفتیم ببین منبعم چیه؟ منبع دیسی هستش. خب توان توی دیسی چی بود؟ پی برابر بود با وی ضرب در آی. من الان میخوام توان این مقاومت رو حساب کنم، میگم ولتاژ ضرب در جریانی که داره ازش میگذره. نکن جریان داره وارد مثبت میشه، پس درست هستش، یعنی این ولتاژ و جریان متناظر همن. من یه دونه فرمولم یاد گرفتم دیگه، گفتم که ولتاژ این مقاومت برابر میشه با R ضرب در I، درسته؟ از همینجا من میتونم بیام I رو پیدا کنم. I چه میشه؟ میشه ولتاژ تقسیم بر مقاومت. R چی میشه؟ R میشه ولتاژ تقسیم بر جریان، درسته؟ خب بیام توان رو حساب کنم. برای توان من یه دونه جریان رو میخوام. خب جریان چی بود؟ جریان بریم شد V تقسیم بر R. خب ولتاژ دو سر مقاومت چقدره؟ ببین اینجا من از اینجا تا اینجا چقدر دارم؟ 30 ولت دارم. این 30 ولت دقیقا افتاده دو سر مقاومت. پس ولتاژ دو سر مقاومت چقدره؟ 30 ولت. میگم 30 تقسیم بر مقدار مقاومت، یعنی 5 کیلو اوم. کیلو یعنی ضرب در 10 به توان 3. خب مقدار این چی میشه؟ میشه 6 ضرب در 10 به توان منفی 3. 10 به توان منفی 3 یعنی میلی، درسته؟ میشه 6 میلی آمپر. این از جریان من. خب توان خیلی راحت محاسبه میشه، میگیم ولتاژ مقاومت 3 ضرب در جریان مقاومت 6 میلی آمپره، یعنی 6 ضرب در 10 به توان منفی 3 چقدر میشه؟ میشه 180 ضرب در 10 به توان منفی 3. آقا 10 به توان منفی 3 یعنی چی؟ یعنی میلی. پس میشه 180 میلی وات. توانه دیگه، توان واحدش واته، فقط چون اینجا 10 به توان منفی 3 اومده می‌نویسم میلی وات. خب دیگه چی از چه فرمولی میتونم استفاده کنم؟ ناکن ما فرمول اصلیمون اینه P برابر با V ضرب در I. خب به جای I بی این رو بنویس، میشه V ضرب در V تقسیم بر R. میشه چی؟ V به توان 2 تقسیم بر R. خب از همین فرمول بریم جلو. V چنده؟ 30 ولت. میشه 30 ضرب در 30 به توان 2 دیگه تقسیم بر R. R هم که 5 کیلوه، یعنی 5 ضرب در 10 به توان من 5 ضرب در 10 به توان 3. خب 10 به توان 3 بیاد توی صورت میشه 10 به توان منفی 3 یعنی میلی. خب 30 ضرب در 30 تقسیم بر 5 چقدر میشه؟ میشه همون 180 میلی وات. خب یه فرمول دیگه، P همون V آیه، درسته؟ این دفعه بیا به جای V بنویس R ضرب در I، مشکلی که نداره. پس می نویسم R ضرب در I ضرب در چی؟ I. میشه چی؟ R I به توان 2. خب R هم چنده؟ 5 هزار یا 5 ضرب در 10 به توان 3 ضرب در جریان به توان 2. جریان هم چند بود؟ 6 میلی آمپر،
یعنی 6 ضرب در 10 به توان منفی 3 به توان 2. خب این رو اگه ما بخوایم حل کنیم، این 10 به توان 3 با یک از این 10 به توان منفی 3 ساده میشه، یه دونه 10 به توان منفی 3 میمونه. 5 6 تا هم چی میشه؟ به این 6 به توان 2 میشه 36، ضرب در 5 میشه 180. یه دونه هم که 10 به توان منفی 3 مونده بود دیگه، اون 10 به توان منفی 3 یعنی میلی، که میشه کلا میلی وات. پس نگاه کنید، ما 3 تا فرمول کلی پیدا کردیم برای توان. شما هر کدومش رو دوست دارید استفاده کنید. اولین فرمول که میشه پی مساوی با وی ضرب در آی. دومین فرمول چی بود؟ شد پی برابر با ولتاژ مقاومت به توان 2 تقسیم بر مقاومت. سومین فرمول چی بود؟ پی شد مقاومت ضرب در جریانش به توان 2. این سه تا فرمول رو حفظ کنید، خیلی خیلی به درد خور هستش. در جاهای مختلف ما میتونیم از اینها استفاده کنیم. حالا میخواییم دوتا قانون یاد بگیریم که با استفاده از این دوتا قانون ما میتونیم تحلیل مدار رو خیلی راحت انجام بدیم. خب این قانون ها معروف هم به قوانین کیرشوف. اولین قانون کیرشوف چیه؟ قانون KVL یا قانون جمع ولتاژ کیرشوف. این قانون داره به ما چی میگه بچه ها؟ میگه اگر شما یک مدار داشته باشید، خب مثلا همچین مداری یا مدارهای پیچیده، ما میتونیم بیایم توی این مدار خب یه دونه حلقه بسته ایجاد کنیم. پس شرط قانون KVL چیه؟ من یه دونه حلقه بسته داشته باشم، یعنی از یه جا شروع کنم، به عنوان مثال نها کنید از این منفی شروع کنم، بیام همه جا رو برم دور بزنم، باز برسم به این منفی. به این میگن یه دونه حلقه بسته، ایجاد کردن یه دونه حلقه یا لوب، که حالا با همین حلقه ما خیلی کار داریم. این قانون KVL میگه اگر شما همچین حلقه بتونی ایجاد کنی، بعد بیای ولتاژ داخل این حلقه ها رو بنویسی. ببین مثلا من اینجا چند تا المان دارم؟ 1 2 3 4 5 المان دارم، هر کدومش یه دونه ولتاژ داره دیگه. میگه اگه بیای این ولتاژ رو با هم جمع کنی، جمع اینها باید بشه 0. پس میگه آقا در هر حلقه ای اگر من بیام و سیگمای وی رو حساب کنم، برابر میشه با 0. این سیگمای وی با در نظر گرفتن علامته، یادت باشه با در نظر گرفتن علامت. خب این علامتی یعنی چی؟ الان میفهمیم. ناکن این حلقه رو من دارم، خب این حلقه رو اینجوری گرفتم، یعنی ساعتگرد گرفتم. حالا یکی دوست داره اینو برعکس بگیره، یعنی از این سمت بگیره، آیا مشکلی داره؟ نه، هیچ مشکلی نداره. ببینید فرض کنیم همین حلقه رو در نظر بگیریم، این حلقه این سمتیه دیگه، داره اینجوری حرکت میکنه. من از این منفیه میخوام شروع کنم، میام مینویسم، میگم منفی وی 1، گفتم با در نظر گرفتن علامت. از منفی 1 میای میرسیم به چی؟ به این مثبت وی 2. میای میرسیم به مثبت وی 3. خب بیاییم پایین تر، میرسیم به چی؟ به این میرسیم به منفی، منفی وی 4. میاییم پایین تر، میرسیم به مثبت، مثبت وی 5. برابر میشه با چند؟ برابر میشه با 0. ببین خیلی راحت اومدم یه دونه معادله نوشتم. حالا شما امکان داشت که مثلا از این 5 تا 4 تاشو داشتید، معلوم بود یکیشو نداشتید، دنبال اون یه دونه بودید، دنبال اون یه دونه مچور، خیلی راحت یه دونه KVL می‌زدی و ولتاژ رو پیدا می‌کردی. خب این برای این حلقه 1، ببین اسم اینو می‌ذارم حلقه شماره 1. برای حلقه شماره 1 اومدم و KVL زدم. خب حالا یکی دوست داره آقا برعکس بزنه، ناکن یه همچین حلقه ای بزنه، از اینجا شروع کنه بیاد اینوری. خب اینو میذارم اسمش حلقه 2. حالا بیایم توی حلقه 2 یه دونه KVL بزنم. تو حلقه 2 KVLش چی میشه؟ ببین از هر جا دوست داری شروع کن، مثلا اینوری داریم حرکت میکنیم دیگه، ناکن من از این منفی شروع میکنم، میگم منفی وی 5. خب میام میخورم به چی؟ مثبت وی 4. باز اینوری حرکت کن، میخوری به منفی وی 3. بیا این سمت، میخوری به منفی وی 2 و در نهایت مثبت چی؟ وی 1. دوباره نیای منفی وی 5 رو بنویسی، یا منفی وی 5 رو قبلا نوشتی.
آقا همه ولتاژ ها رو نوشتم، گفتم جمع ولتاژ های داخل حلقه برابر میشه با صفر. چه این هیچ فرقی با هم نداره. فرقشون چیه بچه‌ها؟ فرقشون اینه که یه دونه منفی بهش ضرب شده. ناکن الان تو این بالا یه دونه منفی ضرب کن، وقتی منفی ضرب کنی میشه منفی وی یک میشه وی یک. ناکن اینجا وی یک رو داره، وی دو میشه منفی وی دو، ببین منفی وی دو، وی سه میشه منفی وی سه، منفی وی چهار میشه مثبت وی چهار، و مثبت وی پنج میشه منفی وی پنج. میبینید فقط تفاوتش توی یه دونه منفیه، که خب اصلا چون اون سمت معادلم صفره فرق نداره من منفی ضرب کنم یا نکنم، درسته؟ شما خیلی راحت از اینجا یه دونه منفی فاکتور بگیرید، همین معادله پایینی در میاد. پس اصلا نگران این نباشید که حلقه رو میخواین کدوم سمتی بزنید. این اولین قانون ما، یعنی قانون کیویه. خب دومین قانونی که خیلی خیلی قانون قشنگی هستش، قانون جریان کریشوفه. این قانون چیه که بهش میگن KCL هم بهش میگن، میگه اگر شما یه دونه گره داشته باشی، خب یه دونه گره داشته باشی، توی این گره میای میگی سیگمای جریان‌های ورودی، خب برابر با سیگمای جریان‌های خروجی. یعنی اگر شما یه دونه گره در نظر بگیری، گره چیه؟ گره نقطه‌ای هستش که چند تا المان به همدیگه وصلن. ببین مثلا اینجا رو ناکن، اینجا چند تا المان داریم؟ سه تا المان داریم. این سه تا المان تو یک نقطه به همدیگه وصل شده، ناکن تو اینجا به هم وصل شده. من میتونم اینا رو چجوری بکشم؟ ببین اینجوری بکشم، یه دونه اینجا من با جریان دارم این سمتی، خب یه دونه این یکی این وریه، اون سومیه کدوم سمته؟ سومیه هم داره این وری میاد. ببین به این حاله قبول داره میتونم اینه اینجوری بکشم؟ هیچ فرقی نکرد که. خب اسم این آی یکه، اسم این آی دو، و اسم اینم آی سه. به این دقیقا مثل همینه، یعنی فقط اومده این سیمه رو دراسترش کرده، سیمه رو بلندتر گرفته و این شکلش بالاخره یه تر شکیلتر شده. ولی اینجوری هم بکشی هیچ مشکل نداره. اون قسمتی که به همدیگه وصلن به این میگیم گره، یا اصطلاحاً بهش میگن نود. یعنی شما برید کتاب های تحلیل مدار رو بخونید، معمولا با نود این رو یاد میکنن. میگه آقا اگر شما یه دونه گره داشته باشی، توی این گره جریان های ورودی برابر با جریان های خروجیه. خب الان نها کنید، اینجا من یه دونه مثال آوردم، توی اینجا گرمون کجاست؟ این قسمت میشه گرم. خب گفتیم آقا جمع جریان های ورودی، چه جریان هایی دارن وارد میشن؟ نها کنید یه دونه آی یک داره وارد میشه، پس مینیمسن آی یک به اضافه آی چهار، آی چهار هم داره وارد میشه به اضافه چی؟ آی سه، آی سه هم داره وارد میشه، برابر با جمع جریان های خروجی. خروجی ها کدوم هم؟ یه دونه آی پنج، یه دونه هم آی دو، یعنی آی پنج به اضافه آی دو. ببین جمع جریان های ورودی برابر با جمع جریان های خروجی، به این هم میگیم قانون کیفیه. خب حالا برای همین مدارک که اینجا آوردم کیفیه رو بزنیم ببینیم چه جوریه. میای میگی آقا چه جریان هایی دارن وارد این گرم میشن؟ خب من اینجا برای تو مینویسم، یا حالا این قسمت پایین اینجا یکم جا داره همینجا بنویسیم. آقا کیفیل این مدار رو برو، چه جریان هایی دارن وارد میشن؟ میگی یه دونه آی یک داره وارد میشه، یه دونه آی سه. خب برابر میشه با جریان های خروجی، چه جریانی داره خارج میشه؟ یه دونه آی دو، درسته؟ خب اون دانشجوی که حواسش جمعه میگه نه این آیتی هم هست، آیتی هم داره خارج میشه. میگم آفرین، اون آیتی هم هست. ببین قرار نیست فقط منبع جریان باشه، که هر جریانی که دوست داری. الان نکنید اینجا یه یعنی منبع جریان بودن، نه مثلا اینجا اصلا میتونه یه دونه مقاومت باشه، اینجا به عنوان مثلا یه دونه سلف باشه، اینجا یه دونه خازن باشه، اینجا مثلا منبع جریان باشه، هر چی. جریان هر المان که داره وارد این گره میشه، اینم بالاخره یه دونه جریانه دیگه، جریانی که داره میاد این سمت داره خارج هم میشه. پس میارم اینجا ناگهانی جریان‌های ورودی برابر شدن با جریان‌های خروجی، به این قانون هم میگیم قانون کیفیه. حالا بیایم یه دونه مثال با هم دیگه حل کنیم. این مثال برای قانون KVL. ناگهانی گفته که مقدار جریان و ولتاژ مقاومت‌ها رو پیدا کنید. یه همچین مدار خیلی ساده داده بچه‌ها، گفته تحلیلش کنید. خب
من میخوام از قانون KVL بیام و استفاده کنم. قانون KVL اولین قدمش چی بود؟ میگفت یه دونه حلقه انتخاب کن. آقا من حلقه رو اینجوری دوست دارم بزنم. شما هر جوری دوست دارید اون سمتی بزنید. اسم حلقه رو میذارم میشه حلقه شماره 1. خب KVL در حلقه شماره 1 رو میخوام بنویسم. چجوری میشه؟ خب از این منفی 20 شروع کن. میشه منفی 20 برو جلوتر میخوری به مثبت V1. بیا اینور میخوری به منفی V2 برابر میشه با 0. این شد قانون KVL شما. خب حالا باید این V1 و V2 رو پیدا کنیم دیگه. ناکن اینجوری که حل نمیشه. من دوتا الان مجهول دارم، میخوام این دوتا مجهول رو تبدیلش کنم به یه دونه مجهول. ناکن توی مدار همیشه جریان شاخه رو پیدا کن. شاخه یعنی جریان هر المان. ببین الان من 3 تا المانم، جریانشون با هم برابره دیگه. ما بعدا یاد میگیریم که به این مدار میگیم مدار سری، یعنی جریان تو همش یکی، مثل لوله آب، جریان آب و ول کنی تو همش میگذره. فرض کنیم یه جریان آی آمپری داره ازش عبور میکنه. چرا آی گرفتم؟ دوست داشتم. خب یه مقدار پارامتری براش در نظر گرفتم. خب الان ناکن من V1 رو میتونم پیدا کنم. V1 چه میشه؟ میگی میشه مقاومت، اسمش میذارم R1، ضرب در جریانی که داره ازش میگذره. خب ببین چون جریان داره وارد پولاریته مثبت میشه، پس ولتاژ ایجاد شده هم مثبته. مقاومت چقدره؟ 2. جریان چقدره؟ 2 آی. خب حالا V2 چی میشه؟ میگیم مقاومت یعنی R2، اسم اینو میذارم R2، ضرب در جریانی که داره ازش میگذره. چون داره ببین جریان این داره میاد، کجا وارد میشه؟ واردی منفی میشه، پس ولتاژش هم میشه منفی. میشه منفی 3 آی. خب هم V1 پیدا شد هم V2. بیا این V1 و V2 رو جاگذاری کن اینجا. چی میشه؟ میگی میشه منفی 20 به اضافه V1. V1 چی شد؟ شد 2 آی. منهای V2. خب V2 چی شد؟ شد منفی 3 آی، مساویه با 0. خب این منفی با این منفی به هم ضرب بشن میشه مثبت. 2 تای اینجا دارم، 3 تای هم اینجا، میشه چقدر؟ 5 تا آی. بی زحمت این منفی 20 هم ببرم بعد بشه 20. خب آی چند میشه؟ 20 تقسیم بر 5 برابر میشه با 4 آمپر. پس نها کنید ما جریان رو الان پیدا کردیم. جریانی که تو اینجا ما داریم چقدره؟ برابر با 4 آمپره. این 4 آمپر داره همه جا میگذره. خب V1 چی میشه؟ V1 شد 2 تا آی دیگه. ببین از همین جا میگی 4 آمپر ضرب در این 2 میشه، میشه چقدر؟ 8 ولت. V2 چی میشه؟ میگی 4 آمپر میاد وارد منفی میشه، منفی 3 ضرب در 4 میشه 12 ولت. خب V1 پیدا شد، V2 هم پیدا شد. حالا ببریم تو قانون KVL ببینیم آیا KVL درسته یا نه. بیا اینجا یه دونه منفی 20 داریم، V1 چقدر شد؟ شد 8 ولت به اضافه 8. منفی V2، منفی V2 چقدر شد؟ شد منفی 12. خب اگه اینا رو با هم جمع کنیم، ببین این دوتا که با هم دیگه میشن مثبت، 8 و 12 میشه 20. 20 منهای 20 برابر میشه با 0، یعنی جمع ولتاژ های داخل حلقه شد 0. پس قانون KVL توی اینجا برقراره. این از یک مثال خیلی ساده در مورد قانون KVL.